ببین برای قانون فرقی نمیکنه که تو هنگام ارتکاب جرم چه نیتی داری، اصلا براش مهم نیست. عمل اتفاقی یه شابلونی داری چه میچسمه شپلق که آقا تو مجرم هستی یا نیستی، با نیت تو اصلا کاری نداره دیگه. خیلی مگه اینکه اون نیت هم توی قانون باز دوباره بخوام بیارنش، مثلا قتل عمد و قتل غیر عمد، اسم من کشتمش اما نیتم کشتن نبود. ببین چطور اینطور مثلا من اینو خواستم هولش بدم اینجوری شد از خودم دفاع کنم این حرفو، اما طرف نیت بدی هم نداشته باشه کار جرم انجام بده، قانون باش چیکار میکنه؟ برخورد مجرم باید باش برخورد بشه. مسئله به مسائل غیر عمد هم ختم نمیشه، ممکنه کار خداپسندانه هم انجام بده اما بازم مجرم باشی. مثلا چی؟ میری ضمانت میکنی وام کسی، بابا لطف کردی خیرت به یکی رسیده، بعد اون نداده اومدن سراغ تو الان لختنت ابینی مجرمی تو، تو سوابقت هم چی میشه؟ ثبت میشه، بخواد سوء سابقه هم بگیری نشون میده. همین سال تحویل اون نظر دارم یه شبکه ها داشتم نگاه میکردم، بعد زدم کانال 3 اون نزدیکی هاشم بودیم، یه خانومی و دختر خانومی آوردن و از دورم دوربین گفت بگیره، گفت این شوهرش بنده خدا زامن کسی شد افتاد زنده، نیتش خدا پسنده بودم الان مجرمه، پولی دادی به این نفر سندی نگرفتی، اصلا با پول خودته میرید دارا آقا این پول منو نمیده و فلان جو. دادگاه میگه چی؟ سند بیار. سند نمیاری میره ادعای چیکار میکنه؟ حیثیت میکنه میره زنده. ای بابا طرف با چاقو بهت حمله میکنه خود دفاع میکنه چاقو میزنی بهش، نمیتونه اثبات کنه با چاقو بهت حمله کنه، شاهدی نداره میره زنده. حتی میشه شد شاهد یه جرمی دزدی قتلی میری میگی نمیتونه اثبات کنی ادعای حیثیت میکنه پدرتو در میاره بدترش هم میشه. پس ما میبینیم هر مجرمی الزاماً فاسق نیست و عکسش هم هست، هر فاسقی یعنی گناهکاری هم الزاماً مجرم نیست، چون برای خیلی از فسوق و گناهان جرمی در نظر گرفته نشده در قرآن، دو اصلا قابلیت اثبات نداره، مثلا غیبت کرد حالا بیا اثبات کن چجوری اثبات کن؟ بدگمانی نسبت به برادر مؤمن تو دلت اصلا. خدا وکیل اگه حقوق بشری مثل اسلام جایی که ما گیر بیارید.